الرحیم این مسلخ یا کشتارگاه به هزینه 6 میلیون دلار آمریکایی از طرف حکومت افغانستان به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی تطبیق شد در مساحت 25 ریب زمین و ظرفیت از این کشتارگاه در یک شفت که مو 8 ساعت میشه 100 راس گاو و 500 راس بزو گوسفند داره و دیگه خصوصیات از این است که لابراتوار داره، تست میشه مال قبل از آوردن مواشید ایجا حفظ میشه، نگهداری میشه و بعد از ذبح سردخانه بسیار بزرگ داره، گوشت در سردخانه حفظ میشه، نگهداری میشه و همچنان دارای موتورهای یخچالی است به خاطر انتقال گوشت به مارکت و به مقاصد مختلف و در عین وقت مدیریت درست پوست، خون، استخوان، روده و غیره محصولات حیوانی است و جلوگیری کلان از ذبح و کشتار در کوچه ها و محلات و محیط زیست مردم می باشه. این از فواید دیگه از کشتارگاه است. در کل یک کشتارگاه بسیار معیاری و استاندارد که نظیرش در سطح منطقه وجود نداره. تشکر. چند سال میشه تکمیل شده، یک نگرانی هم وجود داره که شهر دور است، قصابا ظاهرا تمایل ندارن که به قسمت بیایم دلیل از اینکه مساحت کمی طولانی. پروسه ساختمانی از این پروژه، چون که پروژه بسیار مغلق و پیچیده است، به نوع خود در افغانستان قبلا قسم کشتارگاه جور نشده، یک مدت گرفت تا این تکمیل شوه با کیفیت خوب، ولی در رابطه به مسافه اوقدر دور نیست از شار. معمولا کشتارگاه ها از بین خانه ها و محیط زیست باید کمک فاصله داشته باشه. اینجا مواشی مه، مواشی امراض داره، خصوصا امراض زونوس که از مال به انسان انتقال میشه. بهترین جای است. از قبل هم شما متوجه شدین که مسلخ قبلی هم در اینجا وجود دارد در نزدیکی این مسلخ فعلی. جمعیت چند میلیونی هرات به خصوص شهر از توان از این کشتارگاه شاید بالا باشه، اما به صورت زون اگر زونای شهری هرات و همچون کشتارگاه را داشته باشه موثره. رای اصلی ایست او مافیاگری یک عده که گنجه ها را انحصار کردن و برای خود کشتارگاه خود سر ساختن، اداره محلی ضعیف بوده که نتونسته پاسخ بده به اونا را اصلاح بسازه. ما نمیخواهیم دیگه شاهد از این باشیم که یک عده مافیا بیایه و در کنار گوشه باز بیای بحث تحریم و اعتراض و نمیخواهیم و نمیایم مطرح بکنه. هرچی که اجماع جامعه زراعتی هرات باشه و اینجا اتاق زراعت است، ریاست زراعت است، سکتور خصوصی از خود یک رهبری داره، اونمونا اجماع از اونا باشه که بخیر شما شمو انجام میشه. سنگ تعداد میگذاریم در ساعات مختلف به هزینه 128 میلیون افغانی 8 پروژه آبیاری و مدیریت آب در ولایت هرات سنگ تعداد گذاشته میشه. دیگه پروژه های هم تحت کار دارین این که ترویزی شده برای هرات؟ به خاطر هرات برنامه نو هم آغاز میکنیم. امروز برنامه اضطراری زراعت است که در اون قسمت دفترش افتتاح میشه. تنها می یک پروژه ما در کل 400 میلیون افغانی امسال خواهد داشت که در قسمت‌های مختلف در بخش‌های مدیریت آبریزه‌ها، کانال‌ها،
باغها، تخمای اصلاح شده، کشمشخانه ها و غیره بخشای زراعت فعالیت میکنه. این دفتری برنامه هم امروز افتتاح میشه. در کنار از این فعالیت های نرمال وزارت در منابع طبیعی، در قسمت باغداری، در قسمت مالداری این جریان خواهد داشت و سال گذشته ما نزدیک به 900 میلیون افغانی در این جزینه کردیم و امسال هم در حدود بودجه وزارت زراعت خواهد بود. تکبیر هم بگیم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. سلامات. سلامات. اسم من احمد، احمد حسنی. در مورد از پروژه بگیم چی هست، چگونه؟ پروژه راجع به کانال آبرسانی منطقه هست. دیگه برای منفعت برای کشاورزه هست. از دولت تشکر میکنیم به خاطر همکاری و امکاناتی که در اختیار کشاورزه قرار داده. این قریه کجا هست؟ چه نیازمندی هست؟ این قریه حسن آباد منطقه رزیشک. ولسوالی انجیل. مشکلات مردم هم بگیم چقدر رفت شو این پروژه؟ مشکلات مردم هم آبرسانیه که مشکل کم کم اینا حل میشه. مشکلات هم خرابی راه، خرابی هم سرک، یک سرک نیاز به آباد داره. من در باب مزلله حسین علی هستم از خری حسن آباد ریزش ولسوالی انجیل ولایت هرات. یه کانال که هست خیلی منفعت ایجاد داره. من تشکر میکنم از این دولتی جمهوری اسلامی. در وقتی که جویای از بکی جور نبودن درخت ها را شفا میکردیم، بنده را بسته میکردیم، در چی مشکلاتی در اشت دو نفر برای باید بنده بسته میکردیم. بازم جویای شخور بودن تا نیم ساعت اونها آب اونجا بیران میشود. حال یه کانال که جور میکنه در نیم ساعت آب که ما بستنیم یک تخته یا تخته از این بار نیم دو سر بنیم آب رسان در سر زمین نمیرسه. باز زمین هم خیلی زمین آب بخدا آب هم در خفی جوی نمیمانه. فقط هم در جور هم در تیار میکنه که در کمی آب کمی در نک واکنیم سر زمین بار نمیشه در جوی نمیمانه. در مردم ها در خانه خیلی راحت شده. آب مصرف نمیشه، زحمت و تکلیفی نیست، درخت های مردمی شفا نمیشه، جنگل های شده تم جویشته نمیشه، خاک اندخته نمیشه. از پیش که بود جنگل های درخت های میزدن خاک به دست نتیجه من میکنه.